بسم الله الرحمن الرحیم. دانش آموزان کلاس نهم، فصل هشت، آخرین فصل کتاب. یک، تدریس قسمت اولش درباره دهج و بساحت کره است. یعنی هر دانش آموزی فرمول هج و فرمول مساحت کره را بلد باشه، یه نمره چه ازش گرفته. پس این در همین فصل خودش یک نمره داره، نه حجم مساحت کره یا بعدش حجم مخلوط حجم هرم هم داره. ما چهار تا فرمول تو این فصل قرار داره، یک نمره داره، یه نمره تو این فصل داره. حالا توجه داشته باشید، من دونه دونه میگم. اول فرمول حجم کره، فرمول حجم کره، حجم کره مساوی با حجم کره مساوی با 4/3 پی آر به توان 3. حالا گاهی وقتا پی هم با پی کوچکم نمایش میده، با آر با آر کوچکم نمایش میده. حالا اگر شما توجه داشته باشید، این عدد پی است، بفرمایید. بی فرم نمیشه. عدد آرش هم با آر کوچکم نمایش میده، اما این مقدار 3.14 است. اینم شعاع هست، اینم شعاع هست. حالا یه فرمول، حالا تو امتحان سوال میده مساحت کره، مساحت کره مساوی با 4π آر به توان 2. اینم یه فرمول. یعنی هر دانش آموزی، هر دانش آموزی فرمولگاه وقتا اینه با وی هم نمایش میده. نگاه، وی مساوی با 4/3 پی آر به توان 3. گاهی وقتا اینم با اسم مشخص میکنن، 4π آر به توان 2. اینم بازم نگاه، همون 3.14، اینم شعاع دایره است، شعاع کره است. حالا سوال امتحانش من برات الان رو تخته می‌نویسم. نگاه، حجم کره، حجم مساحت، این مثال توجه کن، حجم و مساحت کره به شعاع 3 سانتی متر، مساحت کره به شعاع 3 سانتی متر را حساب. خب من میام جاگذاری میکنم. ببین، اول شعاع را به من داده، پس آر به هم داده، یه آره، این شعاع هست، آره. خب بیام که مشخص 3.14، پس من میام اینجا بنویسم وی همون حجم کره، چه دانش آموز بنویسه حجم کره، نوشتن فرمول الزامی، حتما باید فرمول چه تو امتحان بینید. هر دانش آموزی فرمول ننویسه نمره بهش 25 صدام داره، هر دانش آموزی فرمول بنویسه 25 صدام داره. بعد وی مساوی با 4/3 پی هم به من داده، بین اینا علائم ضرب بفرما، ضرب
به جای پی میذارم سه ممیز چهارده سن ضرب بدن به جای آر، آر به توان سه هست، یعنی سه بار باید در خود ضرب بشه. سه ضرب بدن، سه ضرب بدن، سه، سه بار هم در خود ضرب. حالا من میتونم این فرمم بنویسم، را میتونم بنویسم وی مساوی با خط کسری. نگاه، یه مخرج یک دیگه بده به چهار ضرب در سه ممیز چهارده ضرب در سه ضرب در سه ضرب در سه تقسیم بر سه. این سه باید سه یکی سه دو. همیشه عددی بهت میده که باید ساده بشه، عددی بهت میده که باش ساده. حالا نگاه، من یه دونه سه از پایین زدم، یه دونه سه هم از بالا زدم. خب حالا به ما عدده که داده به من عدد صحیح دارم چهار سه سه. سعی بکن که اول عدد صحیح ده دارم فرم سه سه تا نو تا چهار نو تا سی و شیش تا. پس من اینجا میرسم سه ممیز چهار دست ضرب در سی و شیش. اگر دانش آموز داره کنه سی و شیش از کجا آوردی، میگم سه سه تا نو تا چهار نو تا سی و شیش تا. این ضربیه که تو ابتدایی دانش آموز خونده. خب برای شما هم که راحت گذاشت، گفته آقا ماشین حساب بیا دیگه، اصلا وقتت هم نمیگیریم، با ماشین حساب راحت حل میکنیم. حالا من انجامش میدم چون ماشین حسابی در کار نیست، بقدس من نیست، و من اگر ماشین حساب داشتم از ماشین حساب استفاده میکردم تا کارم زودتر انجام بگیره. سوالت من 6 4 تا 24 این 4 همون دور کنیم 6 اکی 6 و 2 8 6 تا همیشتر 3 دخونه این دردائی بزاشتم کاری با ممیز شنا ندارم. 3 4 تا 12 تا 1 دارم، 3 4 تا 12 سه چهار تا دوازده، یک چهار تا دوازده، دو مون یک تا نیسته، یکی سه تا با یکی چهار تا سه تا هم بود، چهار دو هشت ده، یک داریم چهار هشت دوازده یک سیزده یک داریم ده هم شد. حالا تعداد ارقام اشاریش میشمارم، یک دو یک دو صد و سیزده ممیز چهار صد. پس جوابی به دست اومد صد و سیزده ممیز چهار صد، صد و سیزده ممیز. این حجم کره است، ولی به این گفته حجم و مساحت. پس مساحت کره را نگاه کن، مساحت کره مساوی با چهار پی آر به توان دو. این خودش 25 سنوم داره. حتما شما هم باید اینجا بنویسید وی مساوی با چهار سوم پی آر به توان دو. این 25 سنوم داره، این هم 25 سنوم داره. حالا جاگذاری میکنم اس مساوی با اس مساوی با 4 ضرب در 3 و 4 در 3 ضرب در 3 ضرب در 3. خب استثناءً این دو تا عدد مثل هم اومدیم 3 3 تا 9 تا 4 9 تا 36 سی و شیش ضرب در سه و چهارده سنوم شد صد و سیزده ممیز چهار سنوم. یه سؤال نقطه چین توی داره، برو برگردم نداره، سؤال نقطه چینش از دوران، دوران یعنی چرخیدن، از دوران یک نیم دایره حول قدر آن نقطه چین پدید می آید.
این فقط تو امتحان یه عدد رو عوض میکنه، دیگه هیچ کاری نمیکنه. حالا گاهی وقتا ممکنه قطره به من بده، به من بگه حجم مساحت کره به شعاع، به جای شعاع بگه به قطر شیش. خب شعاع دو برابر چه قطر دو برابر شعاع هست، من میام شیش تقسیم بر دو میکنم میشه سه. این راه را ادامه میدم. حالا من اون نقطه چین حالا برای تو کامل میکنم، این را پاکش کردم، من این را پاکش کردم. از دوران، دوران همی چرخیدم، از دوران، از دوران یک نیم دایره هول، یعنی اطراف، از دوران یک نیم دایره هول قطر آن، هول قطر آن نقطه چین پدید می آید. نگاه، یک نیم دایره، یک قطره، این قطر اگر یه نیم دایره باشه در حال چرخیدن باشه، دورش داره پر میخوره، از دوران یک نیم دایره و در یه اطراف چی با وجود می آید؟ کره. تاموش این برو اصلا امکان نداره. اگر در فصل آخر کتاب خواست سوال نقطه چین پیدا کنی، یکی از سوال نقطه چینش همینه. حالا بعد از حجم کره و مساحت کره را که ما یاد گرفتی، حجم هرم ندارم برای تو میگم، حجم هرم. حالا توجه داشته باشید این سوال. فرمولش اولین چیز اینو پاکش کردم دیگه. خب حالا فرمول دیگه آقا از برم فرمول چه برامون بگو. وی مساوی با، یا بگم حجم مساوی مساحت قاعده، مساحت قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم برسه، تقسیم برسه. حالا اینو میتونم با وی هم نمایشش بدم. وی مساوی با اس ضرب در اچ، نقطه به معنای ضرب، تقسیم بر سه. بفرمایید اینو باز کنم. حالا یه مثال میزنم شما توجه داشته باشید، به این مثال توجه کنید. حجم هرمی، حجم هرمی را به دست آورید. خب به این فرمول که گفتم حجم هرم مساوی با مساحت قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر سه، حجم با وی مساحت قاعده را با اس، نقطه به معنای ضرب، اچ هم به معنای حالا مثال، حجم هرمی را به دست آورید که مساحت، که مساحت قاعده آن، که مساحت قاعده آن 12 سانتی متر و ارتفاع آن، و ارتفاع آن نمره و ارتفاع آن 9 سانتی متر و ارتفاع آن 9 سانتی متر نوشتن فرمول، نوشتن فرمول حجم
الزامی است. حالا نگاه، اینا تو امتحان بهت میده، اما اینجا اومده لقمه گرفته آماده برای تو گذاشته، گفته بابا مساحت قاعده شد داده، اما گاهی وقتا مساحت قاعده را نمیده. دانش آموز باید خودش مساحت قاعده را بده. حالا ممکنه قاعدهش به شکل مربع باشه، دانش آموز باید مساحت مربع را بلد باشه. ممکنه قاعدهش به شکل مستطیل باشه، خب قاعدهش به شکل مستطیل باید دانش آموز مساحت مستطیل بلد باشه. ممکنه قاعدهش به شکل زوزنقه باشه، دانش آموز باید مساحت زوزنقه را باید باشه، متوازی الاضلاع باشه، لوزی باشه. هر کدوم از شکل‌های هندسی که مساحتش ما تو دوران ابتدایی خوندیم به شما میده. حالا توجه داشته باش، نوشته به فرمول الزامیه، یعنی حد من باید اینو بنویسم. حالا نگاه، V مساوی با S ضرب در H تقسیم بر 3. بعضی وقتا ممکنه بیرسه یک سوم، من دیگه ننوشتم یک سوم S ضرب در H نیست، همینجور اینه باده خط کسی گذاشتم، اینه پایین خط بیرسه. حالا بفرمایید مساوی با V مساحت قاعده را به من داده، به جای S گذاشتم 12 ضرب در 9 تقسیم بر 3. و همیشه دانش آموزان عزیز، عددی بهت میده که بالا با پایین ساده میشه، که دیگه دانش آموز نیاز به ضرب کردن نداره. الان این ای به 3 1، ای به 3 3، حالا ضرب 3 دو تا 6 تا 3 1 36 سانتی متر. حالا یه مثال دیگه میزنم شما توجه داشته باشید. ببین به این سوال توجه داشته باشه، من این رو پاکش ندارم، این مثال رو پاکش ندارم. نگاه که قاعده آن هرمی داریم که قاعده آن به شکل مربع، به شکل مربع به ضلع 4 سانتی متر، به ضلع 4 سانتی متر. یعنی داریم که قاعده اون به شکل مربع به ضلع 4 سانتی متر و ارتفاع به ارتفاع 9 سانتی متر، حجم آن را حساب کنیم. نوشتن فرمول الزامیه، نوشتن فرمول الزامی. حالا من فرمولش می‌نویسم مجددا. نگاه، وی مساوی با وی مساوی با S ضرب در H تقسیم بر 3. حالا جاگذاری میکنم، V مساوی با، اینجا چون به من اعلام کرده قاعدش به شکل مربع هست، دانش آموز باید مساحت مربع را برای مساحت مربع اندازه یک ضرب در خودش، پس اینجا میتونم بنویسم 4 ضرب در 9 تقسیم بر 3. حالا ساده می کنم، اینه به 3 ساده کردم، اینم به 3، 4 4 تا 16 ضرب در 3 شد 48 48 سانتی متر مکعب، 48 سانتی متر مکعب. حالا یه تمرین دیگه میگم شما توجه داشته باشید. هرمی داریم که قاعده اون
را من را پاکشید. فهمی داریم که قاعده آن به شکل فهمی داریم که قاعده آن به شکل مستقیم به شکل مستقیم فهمی داریم که قاعده آن به شکل مستقیم به طول 5 سانتی‌متر و عرض 3 سانتی‌متر و ارتفاع و ارتفاع 8 سانتی‌متر و ارتفاع 8 سانتی‌متر حجم اون را حساب کنید. نوشتن فرمول الزامی است. خب من فرموله که باز نوشتن دارم این فرمولش. حالا اینجا من میام جاگذاری میکنم وی مساوی با خط کسر مستطیل طول ضرب در عرض پس میشه 5 ضرب در 3 این به جای اس نشست ضرب در ارتفاع 8 تقسیم بر 3 راحت اینو با این ساده بکنم ای به 3 این هم به 3 5 × 8 = 40 سانتی‌متر حالا میرم مخروط 4 تا فرمول یاد گرفتم 1 حجم کره مساحت کره حجم مخروط این میشه 4 تا هر دانش آموزی فصل 8 این 4 تا فرموله بلد باشه نمره فصل 8 خواهد گرفت برو تنبلترین دانش آموز هم همین فرمولا را از بر بکنه نمره ولی متاسفانه ما اینقدر زحمت میکشیم فشار به خودمون میاریم تدریس میکنیم من موقعی که فیلم بررسی میکنم 10 تا 12 تا نگاه میکنه من بعدش هم اصلا فیلم رو نگاه هم نمیکنه زحمت ما به هدر میره ولی اگر سر کلاس بودی همینجا به اتیاد میدادم همینجا تا زمانی که یاد نبگرفتی از کلاس رو نمیذاشت رو برفتی بیرون ولی متاسفانه میخوابی تا زور بعدم میگم که تو فیلم نگاه کردی میگن نه نه ضعیف بود نه حالا میگم خوش شب خود دیگه مشکل نداشتی تا عصر تا شب اقل کم یه بار دو بار تو نگاهش بکنی من چی گفتم چی حرف میز برای تو زدم اگر توجه کنی میفهمی تازه ما زحمت ما اینجا خیلی بیشتر از سر کلاسه زحمتی که ما الان در حال حاضر اینجا میکشیم از سر کلاس بیشتر من اگه سر کلاس بود دانش آموز تا میفهمیدم کدومش یاد گرفته کدومش یاد نگرفته همجا دست میکنم میگفتم آقا تو بلند شو ای بلدیه به من جواب بده خب دیگه سالم تمام شده خدا نگهدار شما و انشالله به امید خدا که سالهای بعد این مریضی برطرف بشه و شما بپردازین سر کلاس خب حالا نگاه سوال حجم مخروط این رو پاکش نگاه اول اینجا مخروط قاعدش مشخص یه دایره هست این یه دایره هست بفهم حجم مخروط این کلاهایی است که به جای جشن تولد
قاعدش به شکل دایره است، پس این میشه شعاع دایره. اینم ارتفاعش. اینم حالا سوال میگه چی؟ اول دانش آموز باید فرمول چه بلد باره؟ فرمول مخلوط با هم هیچ فرقی نداره. وی مساوی با وی مساوی با اس ضرب در اچ تقسیم بر سه حجم مخلوط مساوی با مساحت قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر سه. حالا من یه مثال در حل میکنم شما توجه بشه. حجم مخلوطی که شعاع قاعده عمق حجم مخلوطی که شعاع قاعده آن عجب مخبوطی که شعاع قاعده آن 4 سانتیمه عجب مخبوطی که شعاع قاعده آن 4 سانتیمه و ارتفاع آن و ارتفاع آن 6 سانتیمه ارتفاع آن 6 سانتی متر است به دست آورید. نوشتن فرمول الزامی است. خب حالا نگاه اون فرمولی که من نوشتم، حالا شعاع را به من داده. این شعاع چه؟ اینم ارتفاع هست، اینم 6. خب حالا میام چیکار میکنم؟ مساحت دایره، مساحت دایره رو ما از تو دوران ابتدایی یاد گرفتیم. شعاع ضرب در شعاع ضرب در 3 و 4 درصد. پس اینجا من می‌نویسم وی مساوی با اس ضرب در اچ تقسیم بر 3. آقا هر دانش آموزی اینه بنویسه 25 صدم بهش نمره میده، همه خودش 25 صدم. خب حالا وی مساوی با شام 4 ضرب در 4 ضرب در 3 و 4 صدم ضرب در 6 تقسیم بر 3. حالا میام ساده میکنم، حالا پس ساده کردم یه 3 از پایین میزنم، یه 6، 2 3 تا 6. حالا 4 4 تا 16 تا 2 تا 16 تا 32 ضرب در 3 و 4 10 صدم میکنم. نگاه 3 و 4 10 صدم ضرب در 32. گفتم تو امتحان ماشین حساب داری یا من که این کار انجام میدم، چون یه عده هم تو ضرب هم مشکل داره. 2 4 تا 8 تا 2 1 2 تا 2 3 تا 6 تا 3 4 تا 12 یک دارم، 3 1 3 با 1 4 3 3 تا 9 8 4 4 6 10 یک دور میکنه هم ده. به تعداد ارقام اعشاریش 1 2 این هم ده. شد چقدر؟ شد 100 عدد صحیح. ما باید یه چه برسه سانتی متر مکعب. حالا یه سوال نقطه چین تو همین وجود داره، یعنی کلا تو فصل 8 2 تا نقطه چین بود، یکیش از دوران یک نیم دایره حول قطر اون کره به وجود داره، از دوران
یه مثلث قائم مساوی. من اینو پاکش کردم. دیگه من اینو پاک کردم. از دوران یک مثلث از دوران یک مثلث قائم زاویه حول یک ضد زاویه قائمه آن نقطه چی؟ پدید می آورد. اگر این مثلث قائم زاویه باشه، این حول یک ضد زاویه قائمه داره دوران پیدا میکنه. وقتی داره دوران پیدا میکنه، ببین چه شکلی به وجود اومد، چه مخلوط میشه، مخلوط. پس ما تو امتحان سوالم با من چه بده میتونی استفاده کنی. حالا یکی از سوالات من خرداد شهر میکنم، نگاه سوال خردادش من رو تخته می نویسم. من این رو پاکش کردم. سوال خرداد الف حجم سوال خرداد ها، نگاه این خرداده که کنه بوده الف حجم کره‌ای به شما 6 سانتی متر حجم کره‌ای به شما 6 سانتی متر را حساب کنید. نوشتن فرمول حسابیه، نوشتن فرمول الزامی. اینا به من را به چقدر؟ 75 سنت به قاعده یک حرم مربعی، به ضرب 5 سانتی متر، به ضرب 5 سانتی متر می باشد. 5 سانتی متر می باشد. اگر ارتفاع هرم 9 سانتی متر باشد، اگر ارتفاع 9 سانتی متر باشد، حجم هرم را حساب کنید. نوشتن فرمول الزامی است.
خب دانش آموزان عزیز توجه داشته باشید آقا، اینم 75 سنوم هم داره این گذاشته 75 سن یک و نیم نقطه تو همین فرض رو ما داده. این سوال خورداره. حالا نگاه بکن، من اول جواب بالایی رو به دست میارم. اول وی مساوی با چهار سوم پی آر به تمام سه، این 25 سه، این 25. حالا نیم نمره دیگرش برای عملیات چه؟ وی مساوی با چهار سوم ضرب در سه و چهار در صدام ضرب در چهار را به من داده چند؟ شیش. شیش ضرب در شیش ضرب در شیش. گفتم یه مخرجی یکی بی بده راحتش بود، تقسیم بسته. حالا عددی که به من میده حتما بالای با پایینی ساده میشه. ای به سه میشه یک، ای به سه میشه دو. حالا شیش شیش تا سی و شیش، دو تا سی و شیش تا هفتاد و دو، سه و چهار دست دادم، این سوال شادی سه تا سه تا دو سه تا شیش شیش تا سی و شیش تا را سی و شیش ضرب در دو یه افتاد دو، افتاد دو ضرب در چهار، چهار تا هشت و چهار افتاد هم بسنش. تازه جواب بالایی ما به دست اومد، ای سه ساده شد، ای به سه یک، ای به سه دو. حالا شیش شیش تا سی و شیش تا دو تا سی و شیش تا میشه هفتاد دو، هفتاد دو ضرب در چهار، صد و بیست، صد و بیست هم ضرب در سه و چهارده صدام بکنید انجام بدید. این میشه حجم کره. حالا بیاییم چی کار بکنیم؟ ما رو این رو پیدا بکنیم. اینجا وی مساوی با اس ضرب در اچ تقسیم است. وی مساوی با گفته مربع است، اندازه یک ضرب در خودش، پنج ضرب در پنج ضرب در نو تقسیم بر سه، ای به سه یک، ای به سه سه، پنج پنج تا بیست و پنج تا سه تا بیست و پنج تا میشه هفتاد و پنج سانتیمتر مکعب. این سوالی که در خرداد ما داده شده است. شما میتونید سوالهای مختلفی با یه سوال دیگه من می‌نویسم شما توجه داشته باشید. خب گاهی وقتا سوالم به شکل چهار گزینه هم به شما میده، یه عظیم درام پیدا بکنید حجم استوان دستور حجم و مساحت کره را برات بینیسید، بعدش یه دور داره. خب دانش آموزان عزیز توجه داشته باشید، ما این فصل از کتاب ما تمام شد و کلن کتاب ریاضی نهان آخرین فصلش هم من برای شما توش دارم و امروز که هفتم هست، هفت اردیبهشته کتاب تمام شده، از هفتم تا 24 که امتحانات شروع میشه من بر میگردم از اول کتاب تا پایان فصل 8 سال نمونه سوالات امتحان خرداد ما را برای شما میفرستم و حل میکنم
و شما هم محبت کنید، زحمت بکشید، وقت دیگه باقی نمانده. من خیلی از دانش آموزان رو میشناسم که اصلا کتابم باز نمی کنن. بعد توقع داره قبولم بشه. خب مرد مومن باید او که زحمت میکشه با او که زحمت نمیکشه باید مثل هم باشه. و من بیشتر از این دیگه مزاحمتون نمیشم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.